كل شيء رحمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن كه همش موضوع باشه مسلم العدمه. خود اینایی هم که گفتن وضعه و عبی و وضعه و خود این هم که معتبر نیستن، خود این هم درسته. بلغ میگیره، چرا نگیره؟ بلغه هم میگیره. نه، اگه از طریق اهل بیت نباشه میدونم، میدونم. نه ببینید، اینجور نباشه که فقط تو کتب عامه باشه، تو کتب ما نیست. این را مرحوم اسم محمد طباطبایی پسر صاحب ریاض در اون کتابشون دارن و فتیالتون تصریح میکنن، ظاهرن تسالم هم برش باشه. منصرف بلغ از روایات عامه. میدونم هر جا محرز شد از عامه گرفته، نه. اما هر جا که محرز نشد، ولو اینکه منتهی بشه به روایات عامه، اشکال نداره. یعنی بلاغ میگیره، مگه منصرف؟ منصرف از اون هاست. ممکنه حالا کسی بگه نه منصرف هم نیست، اما ظاهرا منصرفه. و الا صده ها مستحبات و مکروهات بنابود از کتب عامه بیاد تو کتب. نه چرا نه، بلاغ عموم داره، مگر جای انصراف باشه که نیست ظاهره. بالنتیجه نه اوتیه و ان لم یکن رسول الله قاله. یعنی فرق نمی کنه شفا رو خدا میده یا پول میده یا عزت میده. یا ظاهرن بلاغ عموم داره، یعنی اطلاق داره، مگه جایی که انصراف باشه. بله در نکاح در عقود اشکال نداره، حتی اشاره هم لازم نداره. معاطات یعنی اشاره هم نیست اصلا. نه چرا نمیپذیره؟ نه عرف که میپذیره. ما هستیم و دلیل شرعی اوفو بالعقود که آیه شریفه قرآن کریمه عقد. این عقد میگیره، عقد لازم نیست لفظ باشه. داد و ستد نوعی یک نوع عقده و عاقده است. عرض کردم اون فروشنده رو جنس ها نوشته این چند این چند، حالا رفته نیستش، یه مشتری میاد اونقدر پول رو میذاره، اون جنس ها رو میذاره میره. این از نظر عقلایی معامله است یا نه، عقده یا نه؟ بله. البته ما به عقلا کار نداریم، در خود احکام عقد هست. عرفا اوفو بالعقود میگیره، تجارتا عن تراب میگیره. نه پول میذاره، نمیدونم. نه اسمشو معاطات گذاشته، یعنی لفظ در کار نیست. اگر نه اون دادنش به همینی که اینجا گذاشته که هر کسی برداره پول بذاره ببره. این که اسمش معاطات کنه تو روایات و عدله کلمه معاطات که نیمده. اومده اوفو بالعقود،
این نوع عقد عرفان وقتی که عقد شد اوفو میگرسش، یعنی اگر این پول گذشت ورزش رفت بعد هیچ کدوم طرف نمیتونه به هم بزنه مگر طرف مقابل قبول کنه، چون اوفو واجب وفای به عقد. نه حتی تصرف نشد، اون در هدیه و هبه و ایناست. اگر نه اوفو بالعقود، به مجردی که عقد صادق کرد وقت فرق نمی کنه، عقد لفظی باشه یا عقد داد و ستدی باشه که دو نفر باشن، یا یه نفر باشه یکی برمی داره می بره، یا الان که تو بعضی جاها گاهی یه حیوان میفرسته، یه زنبیل تو گردنش میندازه، پولم میذاره، حیوانم اگه بلده، یعنی کسی هم اونجا نی اصلا، یه چیزی میذاره و چیزی برمیداره، عرفن این عقد داره. وقتی که عرفن عقد شد اوهو بالعقود میگرسید، یعنی دیگه حق نداره پس بگیره یا پس بده مگر طرف قبول بکنه، یعنی الزام آور اوهو امر دیگه ظاهرا گیری نداره، بس فقط در نکاح مسلم العدمه که این کافی نیست. بيع معاطاتي مثل صلح معاطاتي، عقد عرفان عقد عرفان عقد يك عقد كليه بين اون کسی که این جنسا رو گذاشته اینجا و پولم روش نوشته و بین اون کسی که برمی‌داره میره. ترازی که هست، نه ها هنگه گفتید لفظ یعنی معاطات صحیح نیست، همین بیع دو جوره، یه بیعی که زبونیه، یه بیعی که داد و ستده بدون زبونه، یه بیعی که داد و ستد هم اصلا نیست، یعنی دو نفر نیستن، دو نفر در دو طرف هستن اما یا حیوان فرستاده یا یکیش هست یکی نیستش، اما اینا همه عرفن بهش میگن بیع. میگه رفتم انقدر از بازار فلان چیزو خریدم، نمیگه چه نه نمیش میگن هبه هبه گاهی اثر بیع داره گاهی اثر صلح داره، درسته، اما ما هستیم اشاره فرمود اوفو بالعقود به قول شیخ انصار، عقد یعنی تعاقد بین طرفین، حال دو طرف یه وقت زبون با زبون صحبت میکنن، یه وقت داد و ستد میکنن، یه وقت حتی داد و ستد نی که این مثال شیخ انصاری میذارن، سبزی فروشه سبزی ها رو گذاشته هر باگه هم 10 فلسه، این میاد سبزی فروش هم نیستش، یه 10 فلسی میداره یه سبزی بر میداره میره، باقت و بقل ظاهرا عرفن بیعه، اونی میگه خریدم، اونم میگه جنسامو فروختم. نه همون بیع معاطاتیه، بیع تنجور ملفوظه و معاطاتی، نه اینکه آثار بیع داره، خودش بیع اصلا. البته خب اشکال کردن درش، اما غالبا متأخرین پذیرفتن. حرف خوبی هم هست. بله محل ابتلا که تو آیه روایت نیمده، این برای اینه که
وقتی که علم تفصیلی نشد، اجمالی شد، یا این یا این، آیا این حکم علم تفصیلی رو در کجا داره؟ یعنی وقتی میدونه خود این متنجسه تفصیلا، خب اجتنب اومده درش، یه وقتی میدونه یا این یا این، باید هر دو محل ابتلا باشه، یعنی در معرض استفاده باشه تا این علم تنجز داشته باشه. این نمیدونه یا این یا این، این هر کدومش چون طرف او یکی دیگه است و علم به هر دو على نحو الاجمال متعلق شده، این منجز اون واقع محتمله که اون واقع احتمالش در این هست، احتمال در این هست. وقت اگه محل ابتلا نباشه یکیش، منجز نیست. خب ها هست، چون لیوان دست تر به خارجش میزنه به داخلش نیست. ها اگر استفاده نمی کنه از خارج، یعنی در معرض نیست. ببینید، نه ببینید، بعضی فقه های چیزایی فرمودن، یه مسئله است، یه مسئله ما هستیم متنجز علم اجمالی. کدوم روایه؟ این برای به قول اینه که علم اجمالی منجز نیست. من تو این نوشته ها فکر میکنم اسم 10 نفر از فقه ها رو نوشتم که اینا میگن علم اجمالی اصلا منجز نیست. یعنی میگم این به درد اونا میخوره. چی؟ خب فرمایششون محل ابتلا نیست خارج، اگه محل ابتلا هست که هست، اگه نیست نیست. گفتن یا دست تر میخوای بهش بزنی، لازم نیه الا تیمم بخواد بکنه، دست تر میزنی و بعد با اون دست تر استفاده میکنی. ببینید کلمه ای محل ابتلا که ما تو ادله نداریم تا بگردیم ببینیم اطلاقش کجاها رو میگیره. خب تام نی، تام نی، نمیگن مشهور، یعنی مشهور نیست. خب اصلا این حرفا کلمه ای ابتلا و اینا این متأخرین درست شده. خلاصه ما هستیم و این که از نظر عقلایی علم تفصیلی منجز واقعه چون معلومه، اما ما اگه اجمالی شد اون محتمل که احتمال داره واقع باشه چون با طرفش علم هست، آیا این در کجاها منجز اون واقعه که احتمال داره در اینجا باشه، احتمال در اونجا باشه؟ یکی شرطش اینه که محل ابتلا باشه، یکی شرطش اینه که فرض کنید که محصور باشه، غیر محصور نباشه و هاکذا. لازم نشوف الشرع، الشرع العقود جعلها كلها لازمة أو هو بالعقود، إلا المستثنيات مثل الهبة، مثل الهدية، مثل أمثال ذلك. لازم يحرز الاستثناء، وإلا الأصل في العقد بين الطرفين اللزوم. أوفوا بالعقود، القرآن الكريم يقول أوفوا يعني يجب، يعني بمجرد ما تم العقد بعد هذا ما لهم خيار بالفسخ، إلا في الموارد الذي دل الدليل على أنه عقد غير لازم كالوكالة كأمثال ذلك.
يعني شنو؟ اي قلت ادله عقد الوكاله، عقد الوكاله مو لازم جائز، عقد الهبه جائز هذا العقد، عقد الهديه، عقد الجائزه، هذا هاي عقود، عقود اما مو لازمه يعني لا يجب الوفاء بها. هذا عد من الادله الشرعيه لازم تثبت شنو العقود اللي مو لازم، لان الاصل الاولي العام خط العام اوفوا بالعقود، هذا الخط العام اوفوا يعني يجب يعني لازم. شنو يعني شنو جبر؟ لا، رفع عن امتي ما استكرهوا عليه، اضطرار صحيح، اما اكراه باطل. يعني قد يكون واحد يكرهه يجبروه على إبرام عقد، هذا العقد باطل، ما أبرم أصلاً، لأن رفع عن أمتي ما استكرهوا عليه. قد يكون اضطرار، اضطرار يعني شنو؟ يعني 20 سنة تعبان بالقوة مشتري في الدار، هسه لا سمح الله عنده مريض وتخر عيون الدمع، أما مضطر ما حد يكرهه، مضطر يبيع الدار ويصرف على المريض. هذا بيع هذا الدار ولو اضطرار، اما صحيح مو باطل. يعني بيع المكره باطل، اما بيع المضطر صحيح. اي يعني المهر حسب الاتفاق في العقد، اذا اتفقوا بالعقد انه كله معجل عاجل لازم يطي، اذا كله مؤجل ومكروه هذا شرعا. مهر اي اي تاليها حبيبي يصير دين على الزوج، إذا مات الزوج هذا، إذا مات الزوج ومو منطي المهر، هذا المهر يصير دين، لازم من أمواله أول شيء يعطون المهر دين، هذا يصير بذمته. نه قصد انشاء دشته فقط بنادره بعد به هم بزنه، اگر قصد انشاء نباشه که نمیشه. همین، نه قصد انشاء میکنه، عقدم میکنه، فقط میخواد بعد به هم بزنه. اما عقد میدونم این قصد انشاء هست، فقط میخواد بعد به هم بزنه. اصلا عقد نشده، اگر قصد انشاء نباشه، اگر قصد انشاء نباشه که اصلا عقد نیه. اگه بین خود به خدا راستی میدونه انشاء نبوده، عقد نیست. آره خوب، بله، آره بله، معلوم، بله، قاضی دیگه حسب انما اخذی بینکم بالایمان والبینات. روایت داره.
چه لزومی داره ما تقییدش کنیم وقتی که لفظ مطلقه ظهور در اطلاق داره؟ میگم مگر ظهور خراب بشه بگید انصراف، اگر لفظ وقتی که مطلقه انصراف قرینه میخواد، لفظ وقتی که مطلقه وقتی که نفقه نمیده، حالا چه داره و نمیده چه نداره نمیده چه هرچ، وقت اینجا روایت خاص داره زن میتونه زوج رو مجبور بکنه یا نفقه بده یا طلاق بده. چی؟ اصل عدم شخصیت اعمال ولایت قرینه میخواد. قصه سمره هم همین بعضی ها گفتن اما نپذیرفتن. اصل این نه اقلعها ورمها بکن درختو. میدونم این کندن درخت، کندن درخت گفتن به خاطر ولایت گفتن اما خلاف ظاهره. یعنی اصل اگر یه قرینه اقوایی باشه من منکر این نیستم، ممکنه گاهی قرینه اقوا هست، اگر نه اصل اینه که معصوم علیه السلام چیزی که میفرماد قضیه خارجیه نی، قضیه حقیقی است. یعنی حکم داره بیان میکنه نه اینکه عمل خود اعمال ولایت فعلی میکنه. یعنی قضیه خارجیه به نتیجه خلاف اصل، خلاف اصل نه اصل عملی. الکلام الاستفهام همون جاها فرمودن اصل اولی اینه که قضیه خارجیه نیست، قضیه خارجی قرینه میخواد. حالا ممکن قرینه داخلی باشه، قرینه خارجی باشه، مناسبت حکم موضوع باشه، اما قرینه میخواد که خلاف اصل قضیه خارجی بوده. حتی اگه احتمالش بدیم به قول شیخ علق احتمال الخلاف. نعم ای اصلا مو ارض زراعيه، الحكومه اي حكومه في الاسلام ما مو مالكه على الاراضي. رسول الله صلى الله عليه واله قال الارض لله ولمن عمرها. المالك الاصلي هو الله عز وجل، والمالك الفرعي ومن يعمر الارض، صحراء اللي راح عمر قطعه من الصحراء لا اذن يريد من الحكومه لا شيري شرعا، بنى دار سوى مزرعة أي شيء يصير ملك له، والحكومة ما إلها حق تعطي أرض جرداء مجردة لشخص هذا شخص لا يملكه. عثمان سوى هذا الشيء اللي انطى بعض الأراضي لبعض الناس مثل مروان وهذول. أمير المؤمنين من أجع الحكم صلوات الله عليه خطب خطاب وقال كل هاي الأراضي أنا أسترجعها، الحاكم مو مالك للأرض، فكيف ما إذا كانت الأرض زراعية؟ هاي المتفق عليه بين كل طوائف المسلمين أن الحكومات حتى الحكومات الإسلامية ما تملك أرض. إذا الحكومة تبيع أرض حرام أصلا هذا البيع، الفلوس اللي تأخذ الحكومة حرام، اللي يعطي هذا الفلوس حرام ينطي إلا إذا يضطر من باب أنه يضطر يعطي فلوس، من باب أن اللص يأخذ فلوس، وإلا القاعدة العامة في الأراضي الأرض لله ولمن عمرها بس. أصلي
اصلي ندر كار حسب الشرطة عقد نكاحه. لهذا بش مگن غايب، بش مگن غايب و حاضر. اگه شرط لفظی هم نمی کنن در ارتکاز چیه؟ همون شرطه. یعنی در ارتکاز اینه که مهریه رو میدن یا مهریه حالا نمیدن بعد میدن، اون میشه شرط. اگه باشه یه ارتکازی یعنی بین دو طرفه. اگه ارتکاز نیست هیچ، نه اگه ارتکاز نیست نه. من میخوام عرض کنم شرط ارتکازی شرطه، چون شارع فرمودن اون عنده شروط هم، عنده شروط هم، این عرفا شرطه. چی؟ این فقها دارن بله، مگر ارتکازی بر خلافش باشه. مثل که الان شاید متعارف باشه در عقد نکاح ها که کل مهریه رو نقد نمیدن، یا گاهی کل مهریه رو اصلا نقد نمیدن. یعنی ارتکاز اینجوری که این مکروه شرعا که از مکره از مهریه هیچی نقد نده. ها اگه ارتکازی نباشه بله، همینجور که میفرمایید تا مطالبه نکرده مکلف نیست زوج. بله حتی اگه زوجه مطالبه کرده زوج قادر نیست، یعنی نداره بده، و نظر از این اعلام این سره میشه. نه لا لا، هذه كساء، كساء يعني فد بساط، فد بساط كان من اليمن جاي بي للنبي صلى الله عليه وآله، هذا كان هناك يعني. ولهذا أكو الكساء، هذه ألف العهد يعني ذاك الكساء. بالكساء يعني بساط البطانية مثلا جاي بي من اليمن، مثل أكو في الكفن من الاسم اليماني يكون اللي بس برد يماني. ليش لا؟ شكوا بها الحكومة غير الإسلامية، إذا حكومة جائرة متسلطة لا، ما إلها شرع مشروع إلا إذا يصير مجهول المالك. اما اذا حكومه متراضين غير الاسلاميه، متراضين ويا الشعب، لا كل احكام البيع صحيح. شكوا بي. وصلى الله على محمد وعلى اله الطاهرين. وهذا